امام احمد روايات ميكونه، ابو داود روايات ميكونه، ميجيك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام نهى عليكم. عن كل مسكر ومفتر. پیامبر صلى الله عليه وسلم از هر مسكري، هر ماده مسكننده مثل خمر و غیر خمر اینجا و هر مفتری نهی کرده. نهی کرده. ببینید یعنی دید رسول صلى الله عليه وآله وسلم که و ما ينطق عن الهوا و خبر پیامبر صلى الله عليه وسلم، جمله چه جالبه. مسکر چیزیه که عقل انسان را میپوشونه، درست، همون خمر. بله. و مفتر چیزیه که اراده و عقل و همه اینها و حتی یک حالت به قول معروف سستی و یعنی کسالت در انسان ایجاد میکنه. پیامبر صلی الله علیه و آله از هر دوی این چیز نهی فرمودن و نهی هم اینجا دلالت بر چیه؟ همونطوری که اهل اصول و فقها میگوین دلالت بر تحریمه. بله. وقتمون رو به پایان دکتر، اگر اجازه بدین سوال بعضی از بینندگان مطرح بشه پاسخشون هم بگیرن. آقا احمد از بندرلنگ گفته به علت با برادرشون دارن اختلاف، به خاطر همین قضیه با هم اختلاف بینشون پیش اومده و ظاهرا دیگه به هر صورت این مشکل وجود داره. میگه آیا من گناهکار نیستم که اصلا ایشون رو طرد کرده؟ پاتش نکن. بله. سعی کن، تلاش کن، کسب بکنی تا خب. هر به هر اندازه‌ای که میتونی سعی کن تا ایشالله این که ایشون را خب. از این عادت به قول معروف نادرست نجات بدید، از این خطر نجات بدید و ایشالله. و دیگر هم اگر دیگه شما نتونستید، ولا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب. بله دکتر، مطالب در اثرات من یه چیز دیگر هم که هست جناب آقای هاشمی، اینجا این قرآن بود، حدیث بود، بعد مسئله خدمت شما عرض بکنم تضاد استعمال دخانیات و مخدرات با کلیات خمس، کلیات پنجگانه فقهی که ذکر شد. بله کلیات ما اون اضرار ذکر کردیم، حالا بیایم در قالب یا در قالب یا در میزان این قالب چیکارون بسنجیم. بله. مسئله چیز ما کلیات خمس داریم، یک بله. حفظ چیه؟ دینه. دین. دو حفظ چیه؟ عقل. نفسه. بله. سه حفظ چیه؟ عقله. بله. چهار حفظ چیه؟ نسله. بله. پنج حفظ چیه؟ ماله. بله. ما وقتی که بیایم نگاه بکنیم مخدرات و دخان، من نمیگم، بله، دنیا میگن، عقلای دنیا میگن، با هر این پنج کلی که وجود داره تضاد داره. دین امر میکنه که این کلیات محفوظ باشه، مخدرات میاد چیکار میکنه؟ همه اینا رو میزنه. درست. نسل انسان ما اگر بیایم بررسی بکنیم، خدمت شما عرض کنم آماری که سازمان جهادی دار نسبت به زنانی که سخت جنی میکنن در اثر استعمال دخانیات و فرانچه، انسان دیوانه میشه واقعا. خب این جنی که در شکم مادر چه گناهی داره که دود بهش برسه، ماده مخدر بهش برسه، وقتی که از خدمت شما عرض کنم مادر تولد و شاید هم معتاد هم تولد بشه. متاسفانه. خب بنابراین این ششمین چیز، خب این کلیات من میخواستم به طور تفصیلی بحث کنم، ولی خب ظاهرا وقت نیست، وقتمون محدوده. آخرین چیز که بازم نظر خود منه، مسئله استعمال دخانیات و مخدرات از نظر شرع حرام و جایز نیست. و این مسئله هم در کنفرانس اسلامی که تحت عنوان لمكافحه المسكرات والمخدرات در 28 جمادی سال 1402 برابر با 25 مارس 1982 در مدینه منوره منعقد شده، فتوای تحریم استعمال دخانیات و اون اونجا هم دخانیات مطرح بوده بل اجماع صادر و اعلام شده. احسن. پس با این وضعیت دیگه از قرآن سنت و عقل و اجماع علمای معاصر دخانیات مخدرات جواب اون برادرمون دادیم که خب. در قرآن آیا آمده یا نه؟ به عنوان آخرین تماس از بینندگان داشته باشیم، از اتاق فرمان صدا دارم عذرخواهی بکنن از بینندگان بعد از اینا، چون وقتمون به پایان رسید تقریبا. آقا ستار از اهواز بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. سلام خدمت شما آقای هاشمی و استاد عزیز مهمانتون. علیکم السلام. بخشید کسایی که زنگ زدن به برنامه‌تون خب همشون کسایی بودن که محکوم کردن. بله. بله. من به عنوان شخص سیگاری که خودم سیگار میکشم خدمتتون زنگ زدم، آزم شدم. مدافع هستی. و شبهات که در خودم و در رفیقام و در کسانی که با من هستن و سیگار میکشن، مثلا برای رفع این شبهات دارم
تماس میگیرم. خب بفرمایید، مدافع هستید پس. شما مخدرات و مشروبات رو کنار هم دیگه قرار دادین، درسته؟ کاملا درست. من کسی هستم که خودم سیگار میکشم. بله. ولی از مشروبات و مخدرات دوری میکنم. الحمدلله. به خاطر اینکه مثلا معتقدم مخدرات و اتیون ها حالت عادی انسان رو تغییر میدن. همون چیزایی که توی اسلام بهش اشاره شده. بله. اما در مورد سیگار، سیگار مثلا به نظر شخص من چیزیه که مثلا حالت عادی انسان رو تغییر نمیده، ضرری به اندازه اونها نداره اگر زیاده روی نکنی. چنانچه چیزای عادی هم هستن که هنوز دارم مصرف میکنم که اگر زیاده روی کنی همه اونها دارن یه مشکلاتی رو دارن. آیا حکم سیگار حرام در حد شراب و مشروبات الکلی یا باید اون مکروه اعلام کنیم یا یه مثلا تبعه پایین تری داشته باشه؟ بله. حرف من در مورد خود فقط سیگاره. درسته که سیگار ضرر مادی و خب سوالتون واضحه آقا ستار، سوالتون واضحه، ولی یک سوال، یک سوال، یه چیزای دیگه هم دارم اگه بلاخره وقت نداریم، متاسفانه وقتمون خیلی محدود، پیامتون رو گرفتیم. بفرمایید. اگه کسی بتونه اونو کنترل کنه، کمتر سیگار بکشه، توان مالی داشته باشه و اینکه خانواده‌اش هم راضی بکنه، اینو فقط می‌خواستم بدونم. چون غذایی هم هست مثل شیرینی ها، قند ها و چربی ها که آدم رو مریض میکنن، یا چیزایی هستن که ما میتونیم مثلا در اون چیزا هم از اون طرف شو بخریم ولی مردم میرن گرون هاشو میرن، اینا هم خود ضرر مادیه. از این لحاظ شبهات رو بر کنید برای من و کسانی که رفیقان و جمع کسانی که سیگاری هستن که آیا حرام مطلق سیگار، خود سیگار منظورم فقط. من یک سوال آقا ستار، من یک سوال آقا یک سوال دارم آقا ستار جانم. اگر شما بالفرض حداقل استعمال سیگار، استفاده از سیگار مثلا در هفته یه دونه سیگار استفاده بکنید، آیا همین یه دونه سیگار براتون ضرر داره یا نداره؟ به نظر من اگه یه دونه سیگار مصرف بکنم، خب من نوشابه هم میخورم، چربی روغن زیادی هم میخورید، نه خب چیزای زیادی میخورم که میتونیم همه شو اگه بخوام یه رژیم کامل غذایی بذاریم طبق شرع، بقیه رو کنار بگذاریم. شما میگید حرام مطلقه. اجازه بله. جناب شما بفرمایید. جناب آقا ستار، خدمت شما عرض بکنم، فتوای فقیه مبتنی بر نظر طبیبه. مبتنی بر نظر طبیبه. البته امروز نه تنها اطباء بلکه عقلای دنیا میگن که آقا استعمال دخانیات، مصرف سیگار زیان داره. خود سیگار، شما همون پاکت ونستول یا چیزی که داری روش نوشته مصرف سیگار برای تندرستی زیان آوره، علامت خطر. آقا نکش. خب شما میگی چی کار؟ میگه که نه خیر، ضرر نداره. خب حالا مثلا فرض کن آقای فقیه که میخواد فتوا بده، حتی عرض بکنم قبلا فقها در گذشته راجع به مسئله حکم استعمال دخانیات اختلاف نظر داشتن. بعضی ها میگفتن که آقا حرامه. خب البته این اختلاف نظر بر میگرده به این که بعضی از اونها به ضرر، به این یعنی به درک ضرر رسیده بودن، بعضی ها نرسیده بودن، بعضی ها متردد بودن، بعضی ها که رسیده بودن میگفتن که آقا این حرامه، علی الاطلاق حرامه. خب این یک. کسانی میامدن میگفتن واللهی نه مکروهه. چرا؟ میگه که ضررش به اون اندازه نیست. خب کسانی که اصلا نمیفهمیدن که ضرر داره، یعنی اون کسی که میگفت مکروه، میگفت ضررش تا اندازه‌ای که بالاخره خیلی به اون مواد مشروبات الکلی و نمیدونم مخدرات فلان چیزا نمیرسه. کسانی میامدن اصلا یعنی به ضرر نرسه، میگفتن نه ما چیز مثل جناب علی ضرری ما مثلا در سیگار نمیبینیم، من دارم خب میکشم ضرری نمیبینم. خب میگفتن آقا پس این چیه؟ مباحه. خب کسانی سکوت اختیار کرد، میگفتن ما نمیدونیم. ولی امروزه جناب آقای ستارخان، میخوام خدمت شما عرض بکنم که شما از پزشکی که در همون محلتون هست یا در خدمت شما عرض بکنم شهرتون هست سوال کنید که آقا این سیگار کشیدن ضرر داره یا نداره. خب شهر میگه اگر ضرر داره حرامه، لا ضرر ولا ضرار. به این صورت علا ای حال بله. خب قطعا همون ضرر داره، خودشون هم فرمودن که استفاده اون یه دونه در هفته هم ضرر داره، پس ضرر ثابته. خب در عرض چند دقیقه حکم شرعیش بیان شد، تحریمش اعلام شد، حتی یه دونه استفاده یه دونه از سیگار در عمرم حرامه و راهای حتی برای کسانی که یعنی برای کسانی که میکارن، برای کسانی که یعنی مصانع
مخدرات و دخانات این چیزا دارن برای همه اینها، یعنی شاربش و حاملش و از کشاورزش و از اونی که با کشاورزش همکاری میکنه، از اون که کارخونه داره و سازنده است، از اون که انتقال میده، از اون که میفروشه و همه و همه در فروشگاه. من یادم میاد سوپیری رفته بودم، بعد دیدم سیگار گذاشته بود، گفتم که خب از این اینجا نذار، شما در گناه این شریک. گفت نه، اگه این نباشه اصلا من باید چیز مغازمو تخته بکنم. گفتم یعنی رزق روزی شما دست این سیگار و این توجیهی بود که متاسفانه این دوست آوردن. خب در عرض دو یا سه دقیقه راههای جلوگیری یا راههای علاج و راههای پیشگیری. والله جناب آقای هاشمی، خب راههای زیادی است. یکی که ما سعی بکنیم گسترش فرهنگ اسلامی، یعنی بپردازیم به ساختن افکار و درون افراد. وقتی که انسان یعنی با خدایش را شناخت، دستورات و فرامین الهی را فهمید که خدا چی میگه، پیامبر خدا چی گفته و فقها و علمای دین چی میگن و فقه اسلامی چی میگه، اون وقت این در درجه اول نشر و گسترش فرهنگ اسلامی. دوم نشر و گسترش یا اینکه نشر و گسترش یا بیان اضرار مخدرات و دخانیات و این چیزا که چه ضرری داره چه ضرری داره. بله. و ثالثا یعنی دوری گرفتن افراد از یعنی جوامع ناسالم، جوامعی که سالم نیستن، و از افراد ناسالم، افرادی که درست نیستن، مبتلا به این کارا هستن اینا. و همچنین علاج کسانی که مبتلا به این بیماری هستن. خب بالاخره افرادی هستن که قصدی نداشتن، غرضی نداشتن، ناخودآگاه به این دام افتادن، و لحاظا ما بیم اونا رو بکشیم یا اینکه بگیم نه حتما میبایستی آقای معتاد اعدام بشه، خیر، ما سعی بکنیم که بالاخره چی؟ سعی بکنیم جناب آقای هاشمی که افراد را چیکار بکنیم؟ به اذن خدا زنده نگه داریم و اونها را به اذن خدا به راه خیر هدایت بدیم. بله. بعد برمیگردیم خدمت شما عرض کنم همچنین عقوبت‌های سنگین نسبت به کسانی که این یعنی اشیاء ترویج میدن. بله. عقوبت‌های سنگین براشون بذاریم و این ممکنه باید گذاشته بشه. و آخرین چیز، ما بیاییم ببینیم ریشه این از کجاست. یعنی ما همه دنیا، عقلای دنیا، انسان که اشرف مخلوقاته، از کافر و از مسلمان و از قریب و از بعید و از همه بیم نگاه بکنیم که این داره از کجا به ما میرسه. خب بیایم اون ریشه ها را چیکار بکنیم، خوش کنیم، و این برای نمیدونم سازمان بین الملل اینها خیلی امکان پذیره. نگاه بکنن چه جایی است که داره این انتشار میده، چه جایی است که داره این ترویج میده. بنابراین سعی بشه با این کار خودمون همکاری داشته باشیم. و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. برای اینکه عملی‌تر شده باشیم، وقتمون هم به پایان رسیده. اگر اتاق خانم فقط یه دو دقیقه به ما بدن بتونیم به نتیجه برسیم. بیاناتی ارائه فرمودین، اما عملی‌تر باشیم. شخص میگه من سیگاریم، دارم سیگار میکشم، اصلا این سیگار ارادهشو سلب کرده. خب میگه یه راه عملی بهم بده، من چطوری این سیگار کنار نمیتونم؟ اصلا میگید ارادش ازش گرفته شده، شما چه راهی برای این شخص پیشنهاد میدید؟ جناب آقای هاشمی، برمیگرده به نیت انسان. بله. انسان وقتی که نیتش پاک باشه، و انما الاعمال بالنیات، قصدش این باشه که خلاص من میخوام از دام اعتیاد بیرون بیام یا اینکه خودم را علاج کنم، و تلاش بکنه و کوشش کنه، و حتی این انسان بر اساس نیتش فردای قیامت اون رو چیکار میکنه؟ مؤاخذه میکنه. ملاحظه فرمودی؟ بس. پس بنابراین ما سعی میکنیم، تلاش میکنیم، ایشون هم سعی کنن، تلاش بکنن، بالاخره که اگر حقیقت من یه چیز بگم، من به این نتیجه رسیدم. کسانی که معمولا در دام اعتیاد افتادن، این دیگه خیلی مشکل نجات دادن اونها، مگر اینکه خداوند، اراده خداوند تبارک و تعالی بر چی باشه؟ بر حیات اونها باشه. خیلی مشکل. من وقتی که بله، یعنی میبینم افرادی که مبتلا هستن، معتاد هستن به دام، روز به روز بدتر میشن، بهتر میشن، هرچی هم دارن سعی میکنن، تلاش میکنن، کوشش میکنن که چی؟ که بالاخره خودشون نجات بدن. امانه الا خب دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ما سعی میکنیم، تلاش میکنیم، ایشون هم سعی میکنن، تلاش میکنن، و به حول قوه الهی
انشالله که بله. حیات دیگری ولی به حمدالله الان مؤسسه هایی هست در این زمینه فعالیت های گسترده‌ای دارن، مؤسسه های پزشکی، مؤسسه هایی که در زمینه به قول چیز تطویر فکر کار میکردن موفق شدن و خیلی از معتادان به سیگار یا معتادان به مواد مخدر نجات پیدا کردن. من فکر کنم این که شما فرمودین تلقین، انسان خودش تلقین میده که من